بینندگان عزیز، با سلام به شما. برنامه فوق‌العاده امروز رو شروع می‌کنیم، همونجوری که بهتون قول دادم و در برنامه خودم هم گفتم، با یک دوست جوانی که واقعا به وجودش افتخار می‌کنیم مصاحبه انجام بدیم. و چون ایشون امتحان داشته، هم خسته است، هم در مدرسه هست، 10 دقیقه باهاشون صحبت می‌کنیم، ولی ازشون قول می‌گیریم که در برنامه‌های آینده بیشتر با ما باشن. اسم این دختر خانم جوان هست جانان ایران بومی. و اگه یادتون باشه پارسال تو همین ایام من ویدیویی رو از ایشون بهتون نشون دادم و حدود 1 هفته هم روی تلویزیون مردم پخش کردیم که این جوان آمده بود و در کانون دوستداران فرهنگ ایران صحبتی کرد که معمولا افراد مسن میرن این تحقیقای اینجوری و تاریخی را انجام میدن. من بیش از این صحبت نمی کنم، از خود ایشون میخوام که چند دقیقه درباره خودشون بگن که جانان ایران بومی که در فیرفکس زندگی میکنه کی هست و چگونه علاقمند شد به یک ماجرای تاریخی بین ایران و آمریکا. خیلی خوش آمدی و به ما بگو که جانان کی هست و بین این همه سرگرمی و تفریحی که بچه های جوان دارن، شما چجوری علاقمند شدید به تحقیق، اون هم تحقیق درباره تاریخ و داستان حقیقی مصدق و به اصطلاح آمریکا. و من تازه فهمیدم این برادران دالاس کی بودن، این دالاس ایرپورت اینجا. بفرمایید، خیلی ممنون که با ما هستید. بگو ببینیم جانان، که جانان ایران بومی کی هست، چند سالشه؟ بله، اولا درود بر شما و بینندگان شما. خیلی تشکر میکنم از تماس شما و از خودم میگم من جانان ایران بومی اینجا دانش آموز از واشنگتن دی سی هستم و همینجوری که معرفی کردیم در سالهای پیش تحقیقی کردم در مورد CIA در ایران در سال 1953 و اپریشن آجاکس که ربط پیدا میکنه به دکتر مصدق. دلیلی که من خیلی علاقه من شدم به این موضوع برمیگرده به اینی که دوست داشتم بدونم رابطه ایران و آمریکا چرا اینجوری امروز. و خیلی از ما میدونن که برمیگرده به انقلاب 1979، ولی دوست داشتم بیشتر درموردش تحقیق کنم و فهمیدم که کارهایی که دکتر مصدق در 1953 کرد باعث این رابطه یه خود شکسته ایران و آمریکا است امروز. و برای اینکه میخواستم تاریخ رو بدونم که در آینده بدونیم چجوری باید انجام رفتار بدیم. بسیار ممنون. شما گفتید که دانش آموز هستید، دبیرستان میرید یا دانشگاه میرید؟ چون تو انگلیسی هر دوتاش یکیه، ولی تو فارسی دانش آموز یعنی تا موقعی که های سکول میرید، دانشجو موقعی که دانشگاه میرید. کجا هستید شما الان؟ من های سکول هستم، یعنی های سکول هر یه سال های سکول هم دارم تمام میکنم. بسیار. و تا چند ماه دیگه خواهم دانشگاه برم. دانشگاه هم انتخاب کردی هنوز یا در نه هنوز انتخاب نشده، نظر دارم ولی هنوز مطمئن نشده که کجا خواهد شد. خیلی ممنون. شما جایزه صلح فیرفکس کاونتی رو گرفتید یا فیرفکس کاونتی پیس اوارد، اون رو در چه رابطه ای گرفتید و چرا جایزه صلح، چرا جایزه تحقیق و اینها نبود و جایزه صلح رو بهتون دادن؟ درسته، من به خاطر فعالیت هایی که در سالهای پیش کردم که خیلی ربط پیدا میکنه به دفاع از حقوق بشر، حقوق مهاجرین، حقوق زن و اقلیت ها و جلوگیری از تبعیض نژادی در آمریکا، این جایزه صلح رو به من دادن. همین تازگی توی بین 100,000 شاگردی که در فیرفکس کاونتی هستن، من واقعا این افتخار دارم که این جایزه رو به من دادن. این جایزه به شاگردایی یا افرادی داده میشه که برای صلح کارایی انجام دادن. و همینی که مثلا بهتون بگم با گروه های مهاجرین که تازه میان اینجا خیلی کار میکنم، بهشون تدریس میدم از تجربه های که
که خودم اینجا داشتم بهشون کمک میکنم که بتونن آینده روشنی در آمریکا داشته باشن. بسیار ممنون. من میدونم که پدر شما وکیل هستن و ایشون هم خیلی کارهای به اصطلاح فوق‌العاده انجام میدن. مثلا کیسی داشتن که از یک خانم با حجاب توی آلمان به اصطلاح دفاع میکردن و اینجا الان ما داریم عکس شما رو نشون میدیم که کنار اون تابلوی هستید که International Criminal Court هست. این کجا هست و آیا به دلیل اینکه پدرتون وکیل هست به این رشته علاقمند شدید یا چی شد که به اصطلاح به این رشته و کمک به مهاجرین و اینها رو آوردید؟ درسته. اون عکسی که الان میبینی اینجا در اینترنشنال کمال کورت در لاهه دنهاگ که هلند هستش و من برای این دلیلی که رفتم اونجا این بودش که تحقیق میکردم روی کیس مصدق بر علیه Anglo-Iranian Oil Company که همین آپریشن آجاکس به وجود آورد و برای اینکه دوست داشتم تحقیق عمیق‌تری انجام بدم رفتم دنهاگ توی این دادگاه که بتونم دسترسی به منبع‌هایی داشته باشم که هیچ جا دیگه پیدا نمیشه به جز اونجا. من فکر میکنم که علاقه‌ای که به دفاع از حق دارم توم هست، حالا حتما اثری که پدرم به خاطر شغلش توم داشته این علاقه رو به من بیشتر کرد، ولی به نظر من هر شخصی هیچ فرقی هم نداره پدرشون یا مادرشون کی بود، این وظیفه رو یا این امکانو داره که بتونه از حق بقیه دفاع کنه. حالا بعضیا میتونن اینو مدرکشو بگیرن و این کار انجام بدن، ولی هر انسانی میتونه این کارم بیرون از رشتش انجام بده. من خوشحالم همونجوری که شما خوشحال هستید که بین 100,000 نفر دانش آموز فیرفکس این جایزه رو گرفتین، ما هم خوشحالیم هم بهتون تبریک میگیم. ضمناً این ماجرای دادگاه لاهه، من ویدیو شما رو که تماشا کردم اولم تعجب کردم که یک دختر کم سن و سالی اینقدر میتونه پیوسته صحبت کنه. فکر کنم خیلی از ماها از عهده این کار بر نمیان. و ضمناً شما اونجا به چند نکته اشاره کردید، یکی این که اون دادگاه مثلا حق نداشته شخصا کسی رو محاکمه کنه و چیزایی در این مورد. آیا مایل هستید همون ویدیو رو یه وقتی به فارسی برای دوستانی که احیانا انگلیسی نمیبینن یا این ویدیو رو در کشورهای دیگه میبینن توضیح بدید، یا میخواین باز روی اون ویدیو یا اون پروژه کار کنید؟ حتما من دوستان به زمان فارسی هم این رو بیشتر نمایش تحقیق کنم و معرفی کنم. البته در روز سخنرانیم هم به انگلیسی هم به فارسی این نطق رو من نگه داشتم. حالا من نمیدونم یه قسمت فارسیش هم هستش در اینترنت، یعنی این کار انجام دادم که به زبان خود ایران و فارسی این تحقیقم رو معرفی کنم و دلیلی که اینقدر برای من واجب بود که به زبان فارسی این سخنرانی هم حتما انجام داده بشه اینه که من این تحقیق در مورد مملکت ایرانه و من مصاحبه‌ای که می‌کردم که این تحقیقمو بتونم بیشتر کنم همش به زبان فارسی بود. من همین دوست داشتم به زبان مملکتی که دارم در موردش تحقیق می‌کنم به همون زبان بتونم این رو بیان کنم. برای همین دوستم ادامه بدم به همین که هم به انگلیسی زبان‌ها و به فارسی زبان‌ها بتونم این تحقیق و تحقیق‌های آینده رو معرفی کنم، ولی این سخنرانی به فارسی هم انجام داده شده. بسیار ممنون. جانان هیچ وقت ایران بودی شما؟ ایران خیلی واقعا مملکت قشنگی هست، فکر کنم آرزوی هممونه که بریم. بله. شما یه پروژه خطرناکی رو شروع کردی، نمیدونم میخوای، چون به من گفتی 10 دقیقه و کار داری، الان هم نزدیک 10 دقیقه است، میخوای درباره اون صحبت کنی یا بذاریم برای برنامه های آینده؟ اونو برای برنامه آینده بذاریم فکر کنم. بسیار ممنونم. من یه بار دیگه هم به شما تبریک میگم هم به خانواده شما و امیدوارم که در آینده بتونیم با شما صحبت کنیم. احیانا اگر دوستانی هم داری که باها در این پروژه ها همکاری کردن خوشحال میشیم که اونها رو هم
داشته باشیم و به صورت یه میتینگ و دست جمعی و از اونا هم به این صورت تشکر کرده باشیم. من به عنوان یه ایرانی به نوبه خودم از شما ممنونم که با این سن کم اینقدر وقت گذاشتی، تحقیق کردی و اون حاصل کارت رو با ما در میون گذاشتی. بازم بهت تبریک میگم و ازت قول میگیرم که در برنامه‌های آینده هم با هم باشیم. من خیلی تشکر میکنم هم از شما هم و از بینندگان و امیدوارم که این فعالیت ها بتونه هم از من هم از جامعه جوان ایرانی ادامه پیدا بکنه. خیلی ممنونم. بسیار ممنونم. همونجوری که گفتی امروز امتحان داشتی، مطمئنم که نتیجه امتحانت هم خوب خواهد بود و امیدوارم موفق باشی. هر دانشگاهی هم که میخوای بری قبول بشی. قبول که چیه، احتمالاً بهت به اصطلاح بورسم میدن که اونجا بتونی اون چند سالی که هستی از مزایاش استفاده کنی. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. به امید دیدارتون، به امید روزهای بهتر برای ایران، برای دنیا و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی. دوستان عزیز، با خانم جانان ایران بومی بودیم. اسم ایشون رو در یوتیوب یا در گوگل اگر تایپ کنید، به اصطلاح کارهایی که ایشون انجام داده ویدیوهاشون هست و اگر بیننده ویدیوهای کانون دوستداران فرهنگ ایران هم هستید، سال گذشته 20 دسامبر اونجا ایشون برنامه داشته، مهمان بوده و میتونید ویدیوهاشون رو ببینید. بازم از ایشون ممنونم، از شما هم ممنونم که با ما بودید و برنامه ها رو پی میگیریم. روز روزگار بر شما خوش.